من میگم شیری حیوان نیست، شیری اسطوره است، یه ابرقهرمان، یه چیز با ابهت، چیزی بیشتر از یه حیوان، چیزی بیشتر از سلطان جنگل بودن. شیر برای من یه نماد، یه الگو، ولی در این حال شیر بودن یه خصلت دست نیافتنیه. حالا من اینجام بین یه عالم شیر، با نگاه‌های مختلف، با سرگذشت‌های مختلف. چهره تک تک اونا نماینگر درونشونه. بعضیاشون یه لبخند مرموز میزنن، انگار یه چیزی پشت سر من توجهشون رو جلب کرده. شدن واسه یه شکار چرب و چیدی که همین کردن. بعضیشون قهقهه میزنن و بعضی دیگه افسردگی مفرد دارن. به نظر میاد اونا بیشتر شبیه انسانن. حداقل چیزی که واقعا هستن تو چهرهشون مشخصه. اونا نمیخوان چیزی رو پنهان کنن، چون از اینکه خود واقعیشون باشن نمیترسن. من اینجا یه شیر منزوی میبینم. بله درست شنیدید، منزوی. اون غمگین ترین و تنها ترین شیریه که دیدم. میدونید چرا؟ چون این حیوانایی که حرفم میزدن و رو دو تا پا را میرفتن و اون اسمشون رو نمیدونه مامان باباشو کشتن. حالا مامان بابای اون تبدیل به یه پادری خوشگل و مخملی دم در خونه اون حیوانا شدن و اونا با افتخار از شکار باشکوهشون حرف میزنن و بقیه هم تشویقشون میکنن. بگذاریم، داشتم در مورد شیر منزوی اینجا حرف میزدم. از وقتی که اون اتفاق واسه مادر و پدرش افتاد، اون دیگه هیچ وقت شیر سابق نشد. در واقع تنها چیزی که اون از بقیه مخفی میکنه اینه که اون یه گیاهخواره. بله، اون یه شیر گیاهخواره. اون همیشه با خودش فکر میکنه اگه حیوانی رو واسه خوردن بکشه، بچه‌های اون سرنوشت مشابه خودش پیدا میکنن. بالاخره هرچی باشه، اون یه شیر دلسوز و آینده نگره. خب اینم یه جورشه دیگه. القصه، اینجا خونه یه عالم شیره که هر کدوم اخلاقای عجیب و غریب و متفاوتی دارن، با صورتای ساختار شکن و گاهی ناهنجار. یعنی شاید فقط واسه رهگذر معمولی ناهنجار باشه، اما من میتونم پشت این نقاب یه موجود دیگر رو ببینم، با ابهت، زیبا، صاف، زلال و پرقدرت.